با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت هما خانم و جناب آقای بهبهانی و سپاس و تشکر از اینکه این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه 24 آبان 1401 و مطابق با 15 نوامبر 2022 634مین برنامه از 13مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که این لیلا خانم عزیز ما زنگ زد گفتش که چرا اینقدر برنامه گذاشته، چرا اینقدر استرس و اضطراب داشتم. والا خب یکیش این که چدانی و فرسی سوالت خطاست، یکی دیگر هم که خب این برنامه رو پزشکان متخصص بسیار ایرانی در سطح بسیار بالا هم ممکنه نگاه بکنن. میدونم یکی دو تاشون رو میشناسم که نگاه میکنن. خب اگر من یه چیزی بگم که آخرین اطلاعات نباشه و به قول فرانسوی زبان ها میزجور یا انگلیسی زبان ها آپدیت نباشه، یا یه چیزی بگم که درست در نیاد، خب مسلماً استرس داره. بعد دوست دیگری هم، هموطن دیگری هم خواسته بود که درباره بارداری صحبت کنم و عوارض بارداری، مشکلات بارداری. حالا اولین عوارض بارداری اینه که باید کلی خرید کنیم. حالا از شوخی گذشته بریم قسمت بهداشتی بارداری خدمت عرض کنم که بارداری علائم زیادی داره، که علائم زیادی وجود داره که میتونه نشان دهنده بارداری باشه. علائم بارداری چیه؟ حاملگی یک اصطلاحیه که زمانی استفاده میشه که یک زن جنینی در داخل او رشد میکنه و بیشتر در رحم. بارداری در انسان حدود 40 هفته یا کمی بیشتر از 9 ماه از آخرین دوره قاعدگی یا اخیراً بهش میگن پریود تا زمان تولد کودک طول میکشه. علائم بارداری، اولین علائم بارداری عبارتند از عدم وجود یک یا چند چرخش قاعدگی یا دوره پریود. بعد پستان‌هایی که در لمس سفت‌تر، بزرگتر یا دردناکتر هستند و همینطور نوک پستان‌ها گردتر و تیره‌تر می‌شود. توبرکول‌های مونتگومری، یعنی یک غدد کوچک موجود در آریول، اینا فارسی نداره، ببخشید، بیشتر یا بزرگتر می‌شوند. حالت تهوع یا استفراغ معمولاً بعد از چند هفته بارداری ظاهر میشه. با پیشرفت بارداری علائم دیگری هم ممکنه دیده بشه. این علائم 3 نوع: درونی، بیرونی و روانی. درونی یا داخلی میتونیم بگیم عبارتند از سردرد، بزاق بیش از حد، بخصوص زمانی که اولین بارداری اون خانومه. همینطور احساس طعم فلزی در دهان، سوزش سر دل یا بیماری ریفلاکس معده به مری، بهش میگن ریفلاکس گاسترو ازوفاژین. حساسیت لثه، احساس مکرر برای ادرار کردن
چون که رحم در حال رشد به مثانه فشار وارد میکنه. خونریزی قهوه‌ای رنگ هنگامی که تخمک روی دیواره رحم قرار میگیره. به اصطلاح پزشکی بهش میگن لانه گزینی. ممکنه خونریزی های کوچکی هم دیده بشه. اگر خونریزی بسیار قرمز و همراه با لخته است، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. ترشحات سفید بدون درد و بیبو از واژن ممکن است فراوان باشد. یبوست، گاهی اوقات یبوست از ابتدای بارداری وجود دارد. معمولا در نیمه دوم بارداری، زمانی که رحم اندامها را فشرده میکنه، آزاردهنده تره. درد شکم که یادآور دردهای پریوده، دردهای قاعدگیه. واژینیت یا یک نوع عفونت قارچی. گرفتگی بینی، بیهسی یا درد در دست ها، مخصوصا در سه‌ماهه سوم و در شب. هموروئید، فارسیش میشه بواسیر. کاهش وزن در اوائل بارداری، کمردرد و بخصوص در ماه‌های آخر بارداری. خب مسلمه هرچی شکم جلوتر بیاد، خب قوس کمری بیشتر میشه و فشار روی دیسک ها و اعصابی که از مهرهای کمری خارج میشن بیشتر میشه. حالا عوارض خارجی: بروز اکنه بعضی وقتا زیاد، احتباس آب یا ادم، یعنی شخص بانوی باردار دچار تورم میشه در مچ پا، پاها و یا در صورت. ظهور وریدهای واریسی، یعنی وریدهای آسیب دیده که گردش خون در اونها ضعیفه. اینها معمولا در حدود ماه هفتم ایجاد میشن و باعث احساس سنگینی در پا و همینطور خارش میتونن بشن. ظاهر شدن ماسک بارداری، بهش میگن کلواسما. این لکه های تیره روی صورته، عمدتا در پیشانی، بینی، روی استخوان گونه یا چانه، به دنبال قرار گرفتن در معرض نور خورشید پیش میاد. با بزرگ شدن شکم، یک خط قهوه‌ای از ناف تا شرمگاه ظاهر میشه. من نمیدونم چرا این بهش میگن شرمگاه، یا استخونه بهش به اسم پوبیس. خب این اسمش انگشته، اونم اسمش پوبیسه، چرا باعث شرم باید بشه؟ نمیدونم، عقلم به اشتباه نمیرسه. بله، حالا بریم سراغ عوارض روانی. این عوارض روانی اول از همه باعث یک نوع خستگی میشه. درسته خستگی جسمیه، ولی عاملش روانیه. مخصوصا در سه ماه اول بارداری، هوس یا بیزاری از بعضی از غذاها. حتی من دیدم که بعضی از خانم ها زیار خوردن خاک دارن، خاک میخورن. از دست دادن اشتها، یا اشتهایی که کنترل اون دشواره. حساسیت به بوهای خاص. نوسانات خلقی، یعنی اخلاقشون بالا پایین میره، ممکنه خیلی زود عصبی بشن یا خیلی شدید عکس العمل نشون بدن. تحریک پذیری، حساسیت مفرط، سرگیجه.
افزایش حجم خون و فعالیت بیشتر قلب میتونه باعث سرگیجه بشه. این مشکلات همینطور میتونند باعث هیپوگلیسمی و یا حتی در اثر افت فشار خون باعث پایین رفتن فشار خون بشه. مشکلات خواب، استرس، ولی مطمئن باشین استرس من مربوط به بارداری نیست. بله، استرس، استرس ناشی از ورود نوزاد آینده، افزایش وزن در دوران بارداری. در دوران بارداری افزایش وزن از یک منحنی رو به بالا پیروی میکنه، اما افزایش وزن بسته به 3 ماهه بارداری یکسان نیست. در 3 ماهه اول افزایش وزن ضعیف است و برخی از بانوان حتی ممکن است در همان ابتدا که حالت تهوع یا استفراغ دارند وزن خود را کاهش دهند. در 3 ماهه دوم افزایش وزن تسریع میشه. این دوره هوس یا ولع ناگهانی که هوس دارن زیاد بخورن یا یه چیزایی رو بخورن، یا گاهی انزجار از بعضی از غذاها. برای جلوگیری از افزایش وزن بهتره که وعده های غذایی رو تقسیم کنید. 4 یا 5 وعده غذایی کوچک و از مصرف غذاهای شیرین بیش از حد خودداری کنید. تا ماه ششم خانم باردار باید حداقل 6 کیلو اضافه وزن داشته باشد. در 3 ماهه سوم خانم باردار به طور متوسط در ماه حدود 1 تا 1.5 کیلو وزن اضافه می کنه. این معادل افزایش وزن کل در پایان بارداری بین 9 تا 12 کیلوگرم. بله، حالا بریم سراغ تشخیص بارداری. تست های بارداری که در داروخانه ها فروخته می شوند نتیجهش قابل اعتماده. فقط چند روز پس از تأخیر پریود یا قاعدگی میشه این تست رو انجام داد. پزشک همچنین میتونه آزمایش بارداری انجام بده. تست حاملگی میزان هورمون گونادوتروپین کوریونیک رو اندازه‌گیری میکنه. این هورمون به محض نصب جنین در دیواره رحم توسط سلول‌های جفت آینده ترشح میشه. حدود 8 روز پس از لقاح و در تمام دوران بارداری قابل اندازه‌گیریه. مقدار اون در بدن بین هفته 7 تا 12 بارداری حد اکثره و سپس کاهش پیدا میکنه. تست بارداری به صورت چوب کبریت یا کارت ارائه میشه. این دستگاه حاوی آنتیبادی هایی است که در حضور هورمون بارداری واکنش نشان میدهد که بسته به حالت باردار یا غیر باردار یک خط آبی یا یک ضربدر کوچک نشان میده. حالا رژیم غذایی در دوران بارداری. در دوران باردارگی خانم ها تغییرات فیزیکی عمده ای را تجربه می کنند که نیاز آنها به مواد مغذی و انرژی را افزایش می دهد. خانم باردار با تغذیه خوب علاوه بر بهبود سلامتی خود به رشد و نمو به جنین و نیز به بهبودی دوران بارداری خود کمک می کند.
چند نکته که باید خدمتتون عرض کنم. مهم. این طبیعیه که کمی بیشتر از حد معمول غذا بخورید. مخصوصا از سه ماهه دوم، یعنی از هفته 15 به بعد. به طور منظم 3 وعده غذایی در روز و در صورت لزوم از میان وعده هم استفاده بفرمایید تا از کمبود انرژی جلوگیری کنید. رژیم غذای خود را با گنجاندن مقدار زیادی سبزیجات و میوه ها و غلات کامل تغییر بدید. یعنی اگر نون سفید میل میکردید، حالا دیگه نون قهوه‌ای که با آرد کامل تهیه میشه میل کنید. یا همینطور اگر از ماکارونی سفید استفاده میکردید، حالا از ماکارونی کامل استفاده کنید. گوشت، مرغ و ماهی را به خوبی بپزید تا از خطر آلودگی جلوگیری شود. به طور منظم غذاهای غنی از کلسیم که برای تشکیل استخوان‌ها و دندان‌ها لازم هستند، مانند محصولات لبنی، نوشیدنی‌های سویای غنی شده و ماهی‌های چرب مصرف کنید. به طور منظم از غذاهای غنی از آهن که برای رشد جنین و جفت لازم است، مانند گوشت قرمز، مرغ و حبوبات و آجیل استفاده کنید. مخصوصا آجیل ها و گردو، بادام مخصوصا. مکمل های ویتامین و مواد معدنی برای ترمیم استخوان‌ها و دندان‌ها و بر همینطور برای رشد جنین لازمه ولی مکمل‌های ویتامین و مواد معدنی هرگز جایگزین یک رژیم غذایی مغذی و متنوع نمی‌شود. همچنین خانم‌های باردار نباید از مولتی ویتامین‌های معمولی استفاده کنند. مولتی ویتامین‌هایی که مخصوص خانم‌های باردار تهیه شده، فرموله شده، حاوی آهن و اسید فولیک که این ممکنه توسط پزشک توصیه بشه. اسید فولیک برای رشد کودک مخصوصا در 4 هفته اول بارداری ضروریه، لازمه. اسید فولیک کمک میکنه به کاهش خطر ابتلای جنین به نقص لوله عصبی، یعنی بخشی از جنین که باعث ایجاد مغز و نخاع میشه، و همینطور از تولید اسپینو بیفیدا که یک ناهنجاری ستون فقرات در هنگام تولد، یعنی ممکنه که بستگی داره کم یا زیاد باشه، ممکنه یک مقداری از ستون فقرات تشکیل نشده باشه و اون قسمت تناب نخایی بیرون زده بشه. انواع مختلف درجات شدت ضعف مختلف بوده. یا همینطور موارد دیگر کمک میکنه. ناهنجاری های مادرزادی، مکمل ها معمولا حاوی 0.4 تا 1 میلی گرم اسید فولیک هستند. توصیه میشه که مصرف مکمل های اسید فولیک رو از 3 ماه قبل از بارداری شروع کنید و مصرف اون رو در تمام دوران بارداری ادامه بدید. بعضی چیزها مثل کافئین، الکل، تابا، انگلیسی میگن تابا، یعنی فارسی میگن تنباکو، تا میشه تا
تنباکو میشه فارسی تابا، ولی معنی رو نمیده. تنباکو رو معمولا برای قلیون استفاده میکنن. تابا منظور از ما میگیم سیگار، اینجا میگن سیگارت، یا انواع سیگارها یا پیپ، اینها مصرف توتون، مصرف مواد مخدر، اینها همه کافئین، کافئین قهوه یا نوشیدنی های کافئین دار. طبق گفته وزارت بهداشت کانادا، خانم های باردار و شیرده نباید بیشتر از 300 میلی گرم کافئین در روز مصرف کنند. دو، مطالعه اپیدمیولوژیک افزایش خطرات سقط جنین و تولد نوزاد کم وزن را در خانم های باردار که بیش از 3 فنجان قهوه در روز مصرف می کنند را نشان داده. از سوی دیگر، مطالعات دیگر نشان می دهد که علی رغم آنچه که زمانی تصور می شد، مصرف قهوه با خطر مرگ جنین یا ناهنجاری های مادرزادی دیگر هیچ ارتباطی نداره. الکل ایدئال این است که در دوران بارداری الکل مصرف نکنید. حالا مثلا ممکنه بگین که ما در کشور اسلامی کسی الکل مصرف نمیکنه، اشتباه میکنید، همینجا بیشتر مصرف میکنید. بله، مقدار مصرف مقدار زیادی الکل در یک مناسبت یا مصرف منظم الکل مخصوصا برای جنین مضر است. مخصوصا به ویژه در اوایل بارداری الکل مصرف شده مستقیما از طریق جفت از خون مادر به خون نوزاد میرسد. دقیقا مشخص نیست که مصرف گاه به گاه مقدار کمی الکل چه اثراتی دارد. الکل میتواند اثرات نامطلوب متعددی بر بارداری داشته باشد، از جمله باعث سقط جنین، مرده‌زایی، زایمان زودرس و افزایش خطر ابتلاع نوزاد به تأخیر در رشد و نقایص مادرزادی میشود. ما اینجا دوستی داریم، دوست کبکی داریم، الان 52 سالشه، منتها مادرش الکلی بوده و ایشون با اینکه تحصیلات عالیه داره تونسته مهندس جنگلداری بشه، ولی متاسفانه وضع روانیش یه طوریه که قدرت کار کردن نداره، نمیتونه کار کنه و تحت داروهای زیادی هم هست. وضعش هم نوسان داره، بالا پایین داره، بعض وقته که حالش بده مدت ها دیده نمیشه، بعض وقته که حالش بهتره دیده میشه. بس. سندروم جنین الکلی شامل یک گروه از ناهنجاری های تولید شده بر اثر مصرف الکل مادر هست. شدت این اختلال به عوامل متعددی مانند میزان الکل مصرفی و غلظت الکل در خون مادر بده. کودکان مبتلا به سندروم الکل جنینی دارای موارد زیر هستند. این کلمه الکل جنینی رو من درست کردم چون نمیدونستم فارسی دقیقش چی میشه، یعنی آلوده شدن جنین به الکل. دارای موارد زیر: قد و وزن کمتر از حد نرمال، ناهنجاری هایی در صورت و بروز صدمات مغزی. حالا استعمال دخانیات به رشد جنین آسیب میزنه و میتونه عواقبی بر روند بارداری داشته باشه.
ببخشید. نه نمیاد نمیره، این وسط گیر. بله، این عوارض میتونه بر اثر استعمال شخصی خانم باردار یا بر اثر تنفس دود غیر مستقیم دست دوم ایجاد بشه. در واقع سیگار کشیدن خطر جدا شدن جفت، پارگی زودتر غشاها و زایمان زودرس رو افزایش میده. میتونه رشد جنین رو کاهش بده و در نتیجه وزن نوزاد در هنگام تولد کمتر از طبیعی باشه. همینطور میتونه خطر تولد نوزاد مرده را زیادتر کنه یا مرگ یا خطر ابتلا به سندروم مرگ ناگهانی نوزاد، یعنی مرگ غیر قابل توضیح و ناگهانی یک نوزاد به ظاهر سالم، یا مرگ نوزاد در روزهای پس از زایمان رو افزایش بده. بله، یه چیز رو یادم رفت بگم. مرگ غیر قابل توضیح و ناگهانی یک نوزاد به ظاهر سالم زیر یک سال رو افزایش بده. بارداری زمان بسیار خوبی برای ترک سیگاره، اگرچه بهتر است که قبل از باردار شدن سیگار را ترک کنید. اما تحقیقات نشان می‌دهد که ترک سیگار در اواخر هفته 32 بارداری هنوز هم می‌تونه مفید باشه. مواد مخدر. استفاده از مواد مخدر یا استنشاق دود دست دوم مخصوصا در دوره بارداری هیچگاه ایمن نیست. به طور کلی مصرف مواد مخدر در دوران بارداری میتواند عواقب جدی برای رشد کودک داشته باشد. میتواند باعث مرگ جنین یا زایمان زودرس شود. بله، حالا بریم سراغ عفونت‌های احتمالی در دوران بارداری. اولیش لیستریوزه. لیستریوز یک بیماری عفونیه که توسط یک باکتری که در محیط زیست موجوده ایجاد میشه. به این باکتری میگن لیستریا مونوسیتوژنز. گاهی اوقات میتونه در برخی از غذاهای پخته شده، میوه ها و سبزیجات، شیر، گوشت خام و غذاهای دریایی را آلوده کنه. اگر این عفونت اغلب در افراد سالم مورد توجه قرار نمیگیره، میتونه عواقب جدی در خانم های باردار داشته باشه، زیرا میتونه از سطح جفت عبور بکنه و در نتیجه به جنین برسه. این باکتری در سرما زنده میمونه و به خوبی رشد میکنه. به خانم های باردار توصیه میشه که سوسیس دودی گرم نشده، اینجا بهش میگن هات داگ، گوشت اغذیه فروشی بدون پخت، خمیرهای یخچالی و همینطور گوشتهای دیگه، ماهی، غذاهای دریایی خام یا دودی سرد شده، شیر یا محصولات لبنی مثل ماست و پنیر تولید شده از شیر غیر پاستوریزه رو مصرف نکنه. بیماری بعدی توکسوپلاسموزه. توکسوپلاسموز یک بیماریه که توسط یک انگل ایجاد میشه. این بیماری معمولاً از طریق حیوانات خانگی مخصوصاً گربه ها یا خوردن گوشت نیم‌پز به انسان منتقل میشه.
این یک بیماری خفیفه برای انسان، اما میتونه برای جنین در حال رشد خطرناک باشه. بسیاری از خانم ها در حال حاضر در برابر این انگل مسون هستند، زیرا قبلا با این بیماری در تماس بودند. آزمایش خون برای تشخیص وجود آنتیبادی یا آنتیکور ضروریه. برای احتیاط، هنگام کار با خاک گربه ها یا باغبانی از دستکش استفاده کنید. این بیماری از طریق مدفوع حیوانات منتقل میشه. میوه ها و سبزیجات را به طور کامل بشویید. از خوردن گوشت خام یا نیم‌پز اجتناب کنید. سوشی فروشا و دشمن من میشن. سلامت دندان. در دوران بارداری تغییرات هورمونی مرتبط با بارداری لثه ها رو حساس تر میکنه. یعنی ممکنه لثه ها متورم بشن یا راحت تر خون ریزی کنن. بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است. معمولا خون ریزی لثه در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه. حفره ها، یعنی چرم خوردگی ما میگیم به زبان فارسی، حالا چرا بهش میگن کرم خوردگی، اونم نمیدونم دلتش چیه. پوسیدگی بهتره. پوسیدگی که ایجاد حفره کرده یا آفسه‌های دندانی یا هر مشکل دهانی دندانی دیگری رو میتوان بدون مشکل یا بدون بیهستی موضعی درمان کرد. در صورت نیاز به رادیوگرافی حتما باردار بودن خود را ذکر کنید تا از کودک محافظت شد. پیگیری بارداری. مراجعه منظم به یک متخصص سلامت، متخصص سلامتی. اگر پزشک متخصص زنان در دسترس بهتر، وگرنه پزشک، وگرنه پرستار، وگرنه قابله، ماما، اینا همه رو بهش میگیم متخصص سلامتی. این امکان رو فراهم میکنه تا بررسی بشه که بارداری به خوبی پیش میره و هر گونه ناهنجاری که ممکنه ایجاد بشه رو تشخیص بده. اولین ویزیت برای پیگیری بارداری معمولاً بین هفته های 8 تا 12 بارداری انجام میشه. پس از آن تعداد دفعات بازدید هر 4 تا 6 هفته یک بار است. این رو معمولا اون متخصص میگه که هر 4 هفته باید بیاد یا هر 6 هفته بسته به وضع خانم باردار. سپس با نزدیک شدن به موعد مقرر بازدیدهای مکرر بیشتر میشود. در هر قرار ملاقات متخصص مراقبت‌های بهداشتی خانم باردار را بررسی میکنه. وزن او، فشار خون او، ارتفاع رحم او، ضربان قلب نوزاد. اگرچه تا حدود 10 تا 12 هفتگی شنیده نمیشه، اما قلب نوزاد از 21 یا 22 روز پس از لقاح شروع به تپیدن میکنه. آزمایش خون و آزمایش ادرار در دوران بارداری برای بررسی عوامل زیر انجام میشه. اول وجود کمخونی یا در حقیقت وجود کمبود آهن. وجود یک بیماری عفونی که میتونه به نوزاد منتقل بشه. گلیسمی، یعنی سطح قند خون. برای تشخیص دیابت بارداری، اینجا یه پرانتز اضافه کنم ننوشتم، خانم هایی که دچار دیابت بارداری میشن، خب بعد از بارداری خوب میشه، ولی بعد از یه مدتی با بالا رفتن سن احتمال دیابتیک شدنشون خیلی بیشتر از خانم های دیگه است. بله، گروه خونی و همینطور فاکتور ارهاش.
اگر ارتعاش خانم منفی باشه باید اقدامات احتیاطی خاصی انجام بشه، یعنی یک ایمیونوگلوبولین ضد ارتعاش در 28 هفته و گاهی پس از زایمان به خانم تزریق میشه. این درمان از ایجاد آنتیبادی هایی که میتونه به بارداری فعلی یا بارداری آینده آسیب برسونه جلوگیری میکنه. و همینطور جستجوی آنتیبادی های ضد سرخجه و وجود عفونت ادراری حتی اگر این عفونت ادراری هیچ علامتی نداشته باشه. اینها باید تحقیق بشه و مطمئن بشه که بود. مطمئن باید بشود. اکوگرافی یا هموطنان از ما دوست دارن بگن سونوگرافی به طور کلی در یک بارداری طبیعی اولین سونوگرافی یا اکوگرافی بین هفته های 18 تا 20 بارداری انجام میشه. این معاینه برای جنین بی خطره و اجازه میده برای مشاهده رشد کودک، تعیین دقیق تر سن بارداری، تعیین محل جفت و اکثر اندام ها مانند قلب، کبد، کلیه ها، معده، مثانه، مغز و غیره و همینطور اندام های نوزاد رو، اندام های جنین رو میشه دید. و همینطور برای بررسی تعداد جنین ها، آیا یه ناس دو قلوه، سه قلوه، و همینطور گاهی میشه جنسیت نوزاد رو تشخیص داد، همیشه نه ولی گاهی میشه. بعد یک آزمایش دیگری هم هست به نام قروالگری قبل از تولد برای تریزومی 21. تریزومی 21 که بهش سندروم دان هم گفته میشه شایع ترین ناهنجانی کروموزومیه. این بیماری از هر 800 نوزاد یک نوزاد رو تحت تاثیر قرار میده و باعث محدود شدن رشد فکری افراد مبتلا میشه. در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری وجود نداره. یک تست قربالگری ارزیابی میکنه که آیا احتمال یا خطر ابتلای نوزاد جنین به تریزومی 21 کم یا زیاده. این آزمایش شامل یک نمونه خون و سپس آنالیز شفافیت نوکال یعنی فضای بین پوست گردن و ستون فقرات جنین. در طی اکوگرافی های بین هفته های 11 تا 13 همه بارداری مشخص میشه. این آزمایش هم برای جنین بی خطره. آمنیوسنتز رایج‌ترین روش تشخیص قبل از تولده. این امکان را مشخص فراهم میکنه تا با اطمینان مشخص میشه که آیا جنین تریزومی 21 داره یا نه. این آزمایش زمانی انجام میشه که هفته 14 بارداری تمام شده باشه. برای آمنیوسنتز مایه آمنیوتیک از رحم خانم باردار با یک سوزن نازک که وارد شکم او شده خارج میشه. با این حال آمنیوسنتز خطرات خاصی از عوارض را به همراه داره که میتونه تا از دست دادن جنین پیش بره و به همین دلیله که عمدتاً برای خانم هایی که طبق آزمایشات قربالگری در معرض خطر بالایی هستند انجام میشه. عوارض احتمالی در دوران بارداری چیه؟ عوارض احتمالی بارداری اول سخت جنین یعنی قطع طبیعی بارداری قبل از هفته 20 بارداری. این در 15-20% از خانم های باردار اتفاق میفته. دیابت بارداری، عدم تحمل گلوکوز است
که در دوران بارداری اغلب در سه ماهه دوم یا سوم بارداری ظاهر میشه. حاملگی خارج از رحم. بارداری خارج از رحم زمانی رخ میده که تخمک بارور شده در خارج از رحم به طور معمول در یکی از لوله های فالوپ یا که بهش بارداری لوله ای میگن، به ندرت در تخمدان بهش میگن بارداری تخمدانی، یا در حفره صفاقی بهش میگن بارداری شکمی لانه گزینی میکنه. بعد کمبود خونی فقر آهن به دلیل کمبود آهن در غذا در خانم های باردار، به ویژه آنهایی که حاملگی های چند قلویی یا بارداری به فاصله نزدیک هستند. شایع، خیلی شایع. پری اکلامسی با یا فشار خون بارداری ناشی از فشار خون بالا و پروتئین اضافی در ادراره، ممکنه به تدریج ایجاد بشه یا بعد از حدود 20 هفتگی به طور ناگهانی دیده بشه. تنها راه درمان آن به دنیا آوردن فرزند و زایمان زودرس. قبل از هفته 30 هفته بارداری ممکنه اتفاق بیفته، علل متعدد و اغلب ناشناخته داره و بالاخره چه زمانی با پزشکتون مشورت کنید. اگر دچار از دست دادن مایع یا خون از واژن، تورم ناگهانی یا شدید صورت یا انگشتان، سردردهای شدید یا مداوم، حالت تهوع و استفراغ مداوم، سرگیجه، تاری دید، درد یا گرفتگی در ناحیه شکم، تب یا لرز، تغییر در حرکات کودک یعنی جنین، احساس سوزش در هنگام ادرار کردن، یک بیماری عفونتی که ادامه داره. اگر قربانی آزار یا بدرفتاری هستید و همینطور هر وجود هر نگرانی دیگری دارید هست، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. خب هنوز وقت داریم، بریم سراغ معرفی یک بانوی شهیر و موفق ایرانی. بانویی که به شما معرفی میکنم خانومی به نام خانم لیلی افشار. این عکس این بانوی هموطن ما. لیلی افشار زاده 1338 در تهران، نوازنده ایرانی گیتار کلاسیک است. وی نخستین نوازنده زن در جهان است که در رشته اجرای گیتار کلاسیک به درجه دکترا دست یافته است. او استاد موسیقی در دانشگاه ممفیس آمریکا است. لیلی افشار در 18 اسفند 1338 در تهران متولد شد. تبار او آذری است. وی نخستین نوازنده زن در جهان است که در رشته اجرای گیتار کلاسیک به درجه دکترا دست یافته است. وی نوه رضا افشار وزیر راه در زمان رضا شاه است. در 10 سالگی وقتی نوازندگی گیتار را در دیدار با یکی از اقوامش از نزدیک مشاهده کرد، به این ساز علاقمند شد و فراگیری گیتار را آغاز کرد. ببخشید دستمون عوض کنیم. داریوش افراسیابی اولین معلم وی بود. مادر بزرگش تار می‌زد و پدر که با نواختن ویولون و پیانو آشنا بود نیز مشوق او بود. در همان کودکی در کلیسای آلمانی ها و در کاخ جوانان کنسرت داد. پس از اتمام دوره متوسطه در سال 1355 به آمریکا رفت و تحصیل در رشته موسیقی و در زمینه گیتار را ادامه داد. ببخشید دستم
نیلی افشار لیسانسش را از کنسرواتوار موسیقی بوستون گرفت و برای طی دوره کارشناسی ارشد موسیقی در نوازندگی گیتار به کنسرواتوار موسیقی نیو انگلند رفت و زیر نظر نیل اندرسون به تحصیل پرداخت. پس از آن افشار توانست دوره دکترا را زیر نظر بروس هلزمن در دانشگاه ایالتی فلوریدا به پایان برساند و به این ترتیب او نخستین زنی در جهان بود که موفق به اخذ درجه دکترا در نوازندگی گیتار شد. افشار مدتی نیز در مرکز هنرهای تجسمی بنف، اگه غلط میگم ببخشید، و فستیوال موسیقی آسپن تحصیل کرده و دیپلم افتخاری آکادمی موسیقی کیجانا در سینا در ایتالیا نیز به وی اعطا شده. لیلی افشار کرسی استادی خود را برای دانشگاه ممفیس در سال 1989 به دست آورد و در آنجا به تدریس موسیقی برای دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترای نوازندگی می‌پردازد که در آنجا نیز جایزه استاد برجسته دانشگاه در سال 2000 به وی تعلق گرفت. لیلی افشار یکی از 12 نوازنده بین‌المللی گیتار بود که برای نواختن حضور آندرس سگوبیا، اگر بازم غلط تلفظ میکنم ببخشید، در کلاس‌های پیشرفته وی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انتخاب شد. آن موقع بود که پس از این کلاس ماستر سگوبیا در مصاحبه‌ای که در اخبار شانگاهی NBC حضور یافت در خصوص افشار پیشبینی کرد که او روزی به نوازنده معروف تبدیل خواهد شد. علاقه او به موسیقی معاصر منجر شد که از نخستین اجرا کنندگان آثار رضا والی، گری آیستر، گرارد روژت، لوریس چوپانیان، آرن منلس، کامران اینجه، باربارا کولب، مریلین زفرین و سالوادور بروتونس از میان دیگران باشد. بازم اگر غلط تلفظ کردم ببخشید، چون تست انگلیسی چون از فرانسه نگاه نکرد. وی کنسرت های متعددی در کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، ایرلند، کانادا، فرانسه، دانمارک، ایتالیا، آفریقا، نیوزلند، استرالیا و آمریکای جنوبی برگزار کرده. همچنین در ویگ مور هال لندن، مرکز هنرهای اجرایی کندی، فستیوال موسیقی گراند تایتن، فستیوال موسیقی آسپن، مدرسه هنرهای تجسمی بنه، فستیوال موسیقی منتون و آکادمی آمریکایی در روم نواخته. روزنامه واشنگتن پست لیلی افشار را فوق‌العاده معصوم، عالی و بی‌عیب و نقص و قابل توجه توصیف کرده. او همچنین به عنوان بهترین گیتاریست کلاسیک زن برنده جایزه ارویل ایچ گیبسون شده. مقاله های لیلی افشار درباره کاستل نووتسکو و فرانسیسکو به چند زبان در نشریات گیتار منتشر شده. افشار به منظور اجرای قطعات موسیقی ایرانی با گیتار کلاسیک اقدام به نصب ربع پرده بر روی ساز خود کرد. دوستان میدونن که ربع پرده روی گیتار وجود نداره، فقط در سازهای ضربی ایرانی مثل تار و ستار و این چیزا وجود داره. تدریس در ایران. لیلی افشار در سال 2001 پس از 30 سال به ایران سفر کرد و پس از آن طی سفرهای متعددی اقدام به برگزاری کلاس‌های تکمیلی و گروهی برای نوازندگان و هنرجویان گیتار در ایران کرده. جوایز و افتخارات خیلی وقت هست. جایزه استاد برجسته دانشگاه ممفیس در سال 2000،
برنده جایزه سالانه نوازنده برتر گیتار در دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم، برنده جایزه الیور اچ گیبسون در سال 2000 برای بهترین نوازنده زن گیتار کلاسیک، برنده جایزه منفیس چاپتر از طرف آکادمی ملی هنر و دانش آمریکا، برنده جایزه هنر تنسی در رشته موسیقی، برنده جایزه ملی هنر، برنده جایزه اول انجمن گیتار آمریکا، برنده جایزه بزرگ جشنواره موسیقی آسپن، برنده جایزه اول انجمن ملی مدرسین موسیقی، برنده جایزه اول انجمن ملی مدرسین سازهای زهی، عضویت در بین 12 گیتار نواز برجسته جهان. بله، و همینطور هم آلبوم هایی داره به نام مسخ، ساغر، گذر در نوا، کاپریچوی گویای 24، 1001 شب، موزیکا دو کامیرا، باخ برای گیتار کلاسیک و همینطور کتاب هایی دارن نوشتن به آموزش گیتار کلاسیک از مبتدی تا پیشرفته، 5 آواز محلی ایرانی و بالاخره اجرای با گیتار برای ساخته های باخ. خب اول تمامی بخشید وقت این که قسمت انگلیسی یا فرانسه این متن رو بخونم قبل از اجرای برنامه نداشتم. معمولا من این برنامه ها رو از یک شنبه شب به بعد آماده میکنم. بعضی وقت وقت هست و وقت وقت نیست، ولی دلیلی برای این که چی میگن فارسیشم، دلیلی برای این که من کار نکردم نیست. نظرت ببخشید. اگر خواستید درباره مسئله خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل من هست در برنامه ایمیل کنید، بستگی به موضوعی که میخواین یا بستگی به روزی که ایمیل به دست من میرسه یک یا دو هفته به من مهلت بدید، در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود.